سلام، به نظرتون وقتش نرسیده که یه دزدگیر خوب و برده بالا برای خود راهتون نصب کنید؟ پس بریم که با من همراه باشین. امروز میخوام دزدگیرهای اکتیو کانو 823 و X7 رو که در دو مدل جفت ریموت و تک ریموت که به شما ارائه میشن رو معرفی کنم بهتون. بریم یه مدل تک ریموت رو با هم باز کنیم جعبش رو و با اقلام داخل جعبه آشناشیم. این ریموت کانو که با این ظاهر طراحی شده، بغل ریموت 4 تا دکمه خورده، پایین ریموت که دکمه نارنجی رنگ هستش که دکمه قفل هستش، با این دکمه میتونید خودرو رو باز و بسته بکنید. خود ریموت یعنی نمایش ساعت و باتری داره و همینطور باتری خور هستش. ریموت بعدی به این شکله که ظاهرش همینطور که میبینیده و 4 تا دکمه روش میخوره. در مورد ریموت ها بود. قطعه بعدی به این صورت هستش، کیت اصلی یا همون یکی از مهمترین اقلام داخل جعبه همین کیت اصلی هستش که از طریق این فرمان ها و خروجی ها کنترل میشه، یعنی تمامی سیم ها به این دستگاه وصل میشن که توسط نصب انجام میشه. یکی دیگه از قطعه ها که بهتون معرفی کنم آژیر دزدگیر هستش، یعنی این آژیر به صدا در میاد وقتی حالا خودرو تحریک میشه یا حالا ضربه بهش وارد میشه، این آژیر به صدا در میاد و شما رو مطلع میکنه. قطعه بعدی یه سری سیم هستش که این به همین کیت اصلی نصب میشه، این سیم ها اینم توسط نصاب نصب میشه. چیز دیگه که حالا داخل جعبه هستش رله قطع برقه که به این صورت که میبینید هستش. قطعه بعدی شوک سنسور هستش که با نصب این قطعه وقتی به خودرو ضربه وارد میشه یا تحریک میشه به کیت اصلی فرمان داده میشه و آژیر به صدا در میاد و ریموت حالت ویبراتور میگیره، یعنی شما مطلع میشین از اون تحریک یا حالا ضربه به خودرو. مورد بعدی شاسی کاپوت هستش که زیر کاپوت نصب میشه توسط نصاب، با باز و بسته شدن درب کاپوت به کیت اصلی فرمان داده میشه و آژیر و حالا یا همون ریموتی که شما داریم به صدا در میاد، حالت ویبراتور میگیره این هم. مورد بعدی آنتن ریموت هستش که با نصب این قطعه باعث میشه که اون دزدگیری که حالا نصب کردیم برد بیشتری رو ساپورت کنه، یعنی برد بالایی داشته باشه، فاصله بیشتری رو ساپورت کنه. قطعه بعدی LED دزدگیر هستش، همونطور که میبینید به همین شکله با نصب این قطعه دیگران یعنی مطلع میشن که خودروی شما مجهز به دزدگیره و حالت چشمک زن پشت داشبوردتون دیده میشه. اینم که حالا بهتون توضیح بدم کاور ریموت هستش که میتونید روی ریموت نصب کنید برای محافظت از ریموتتون. باتری هم که داخل جعبه دستگاه گذاشته شده و میتونید از اون استفاده کنید. مدلی که بهتون توضیح دادم مدل کانو بودش که حالا مدل های X7 و 823 هم دقیقا مثل کانو هستش، با این تفاوت که شکل ریموت هاشون با هم فرق داره، ولی حالا من میخوام براتون شکل ریموت هاشم نشون بدم که آشنا بشین. این ریموت مدل X7 هستش که با این شکل طراحی شده، بغل ریموت 4 تا دکمه میخوره، ساعت و باتری رو هم نشون میده و حالا شکلش هم به همین شکله. این هم مدل 823 هستش که شکلش اگر میخوام از نزدیک بهتون نشون بدم به این صورته، بغل ریموت هم 4 تا دکمه خورده، نمایش ساعت و باتری داره و حالا همطور که میبینید به این صورته. امیدوارم با توضیحاتی که امروز بهتون دادم بهترین انتخاب و خرید رو توی دزدگیرهاتون داشته باشین. خدا نگهدار.